خب یه فایت جذاب و یه طرفه دیدیم و تمام شد. آقای علی یوسفی در برابر امام عنابی کاملا تا حدودی برای بیننده هامون هم فکر کنم مشخص بود با اختلاف رکوردی که با هم داشتن، ولی خب چلنج از طرف ایشون بود و این فایت رو ست کردیم. مهمان عزیز رو در کنار خودم دارم، مشاور حقوقی سازمان پهلوان و قاضی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و از قهرمانان ورزشی جودو، فایتر خوب سازمان، ایشون در کنار من هستن، آقای امیدرضا آقاخانی. فایت قبلی رو چطور دیدی امید جان؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و حضار محترم. فایت خیلی واقعا زیبایی بود، هیجان خیلی بالایی داشت. مشخص بود آقای یوسفی از با تجربه های ام‌ام‌ای بود، واقعا زیبا بود، تونست در یک ضربه به موقع و به جا کار مسابقه رو تموم بکنه و قرعه مسابقه رو به نفع خودش به اتمام برسونه. بسیار عالی. حالا بریم سراغ فایت بعدی، یکی از مین کارت ها و یکی از شاید حساس ترین مبارزات ام‌ام‌ای که تا به امروز در ام‌ام‌ای ایران برگزار شده، یکی از حساس ترین، جذاب ترین و زیباترین فایت ها. آقای علی ماهرو بختیاری از درود لرستان، قدش 1.80 متر، وزنش 84 کیلوگرم، رکوردش 7 پیروزی 4 شکست و ایشون سابقه فکر می‌کنم مقام سوم تو تورنمنت ژاپن رو دارن در دنیای آماتور، چندین دوره رشته‌های مختلف آماتوری در ایران قهرمان شدن و یکی از استعدادهای ناب ام‌ام‌ای ما بوده و هست. ایشون خیلی مشتاق این فایت بودن و خیلی جذاب شده بود تو کنفرانس خبری با حریفشون. شما نظرتون راجع به علی ماهرو بختیاری به من بگید، چطور فایتریه؟ خب علی ماهرو بختیاری که از دوستان نزدیک خود بنده هم هست، فایتر بسیار بسیار خوبیه و بعید میدونم کسی نشناسه از ام‌ام‌ای کارهای توی ایران. علی خوب در سطح بالای فایت کرده، فایت کرده و این دوتا فایت آخر در روسیه و اوکراین پتانسیل خیلی بالایی رو از خودش نشون داد، بازی بسیار زیبایی رو از خودش نشون داد، هرچند که نتیجه رو باگذار کرد اما واقعا کمتر از برد نه. بله یه مقدار بی تجربه‌ای کرد تو دوتا فایتش، میتونست برنده میدان هم باشه و حریف ایشون مرد با تجربه کیک بوکسینگ، تای بوکسینگ، موی تای ایران، آقای حسن عمویی از گیلان، شهر آستانه، قدش 1.80 متر، وزنش 84 کیلوگرم، 3 پیروزی 2 شکست در کارنامه داره در سازمان هایی مثل ACB، AZFC و سازمان های دیگه ام‌ام‌ای دنیا فایت کرده، در همه IFC خودمون هم فایت کرده بود، کاپتان اسبق تیم ملی کونگ فو کیک بوکس ایران بوده. ایشون رو چطور میشناسید و دنبال میکنید مبارزاتشون رو؟ نظرتون راجع به ایشون چیه؟ بله استاد عمویی که نام استادی رو واقعا بیادک میکشن، سوای از همه مباحث در بحث حرفه‌ای ورزش که بسیار بسیار تکنیکی و بیوگرافی و سابقه ایشون معید این هست که واقعا فایتر بسیار سرشناسی است، اخلاق خوبی داره که من واقعا همیشه برای ایشون احترام خیلی زیادی قائلم. آقای عمویی هر جا بحثش میشه در ورزش ایران همه از ادبش و احترام و اخلاقی که دارن صحبت میکنن، بسیار انسان متخصصی هستن و البته علی ماهرو بختیاری هم همینطور، هر دو از لحاظ اخلاقی و فنی عالی هستن. جالب اینجاست هر دو فایتر استرایکر هستن و دوست دارن فایت رو سرپا داشته باشن، علاقه ای به خاک ندارن. باز با این حال ولی علی ماهرو بختیاری ما دیدیم تو فایت هایی بعضن تو خاک هم تکنیکایی رو داره، ولی از آقای عمویی ندیدیم میتونه سورپرایز کنه ما رو. در کل نتیجه فایت رو چی پیش بینی میکنی که بعد از فایت ازت میپرسن؟ واقعا من خودم خیلی انتظار کشیدم برای دیدن این فایت، فایت بسیار جذابی در بالاترین سطح سازمان ام‌ام‌ای پهلوان داره برگزار میشه. من خودم نمیتونم به جدیت و قاطعیت یک نتیجه رو اعلام بکنم، ولی نتیجه هر چی که باشه نتیجه خیلی زیبایی خواهد بود، به خاطر اینکه هم آقای عمویی آماده است، هم آقای علی ماهرو بختیاری، سوای از همه مباحث و دوستیایی که بین من و هم آقای عمویی و هم آقای ماهرو بختیاری در مراوده هست،
فکر میکنم با توجه به تمریناتی که از استاد عمویی دارم دنبال میکنم، توی بحث کشتی هم دارم تمرین میکنم، حس میکنم شاید اگر بخوام یک قرعه با یک درصد بالاتری به یک فایتر بدم، استاد عمویی رو خیلی آماده میبینم. بسیار عالی، ایشون حمایت کردن، حضارم در سالن خیلی خوششون اومد. البته علی مارو بختیاری هم خیلی داره تمرین میکنه و فکر میکنم من یکی که نمیتونم پیش بینی کنم این فایتو و دوست ندارم پیش بینی کنم، دوست دارم ببینم. حالا دعوت میکنم از علی ماهرو بختیاری تشریف بیارن داخل کیج. آقای حسن عمویی رو دعوت میکنم به داخل کیج. یک
متر و 80 سانتی متر، وزن 84 کیلوگرم، رکورد 7 پیروزی 4 شکست. از درود لرستان کسی نیست جز علی مارو بختیاری. اپوننت قد 1 متر و 80 سانتی متر، وزن 84 کیلوگرم، 4 پیروزی 2 شکست. از آستانه گیلان کسی نیست جز حسن آبایی. داور مسابقه استاد سعید لوبت. خب دوباره یه فایت جذاب و دیدنی توی دسته وزنی میدل ویت 84 کیلوگرم. رنگ بالا است این قوانین میدونیم برای اینه. علی مارو بختیاری در مقابل حسن عمویی. یک فایت جذاب حساس و سرتاسر هیجان. و بعد از صحبت های داور منتظریم تا فایت جذاب رو ببینیم. خب داور هر دو فایت رو از هم دور میکنه با دستور داور. فایت شروع میشه. تشویق کنید دو فایتر رو، یه فایت جذاب از تیم پرشین واریورز در مقابل حسن عمویی با رکورد 3-2 که هر دو پر از تجربه و آمادگی هستن. خب مهدی جان فایت رو دنبال میکنیم، صحبت های شما رو میشنویم. بینندگان شبکه فوریو به قاطعیت میگم بازیه که من 1300 کیلومتر از جنوب کشور سفر کردم تا این بازی بتونم از نزدیک مشاهده بکنم. یه فایت بسیار جذاب در لیگ پهلوان ایران، واقعا فایت جذابیه. یکی از جذابترین یه فایت های میر قابل پیشبینی. حالا یک ضربه پای چپ، یه های کیک خوب. دو فایتر همو ارزیابی میکنن با دقت. عموی از دست و پای قوی تری برخورد داره، اما علی مارو بختیاری از تجربه بالاتر در رشته ام ام ای برخورد داره. خب اصلا عموی یک بوکسر و تیم ملی کونفو هم بوده، مثل اینکه خیلی خوب بوده که هم توی تیم ملی کونفو هم توی تیم ملی کیک بوکس سالها عضو بوده. در مقابلش علی مارو هستش که آها حالا یک اتک خیلی خوب، خیلی خطرناک. یعنی حسن عمویی فایت ثانیه هاست، یک لحظه غفلت بیوشی حریف روبرو، یک لحظه غفلت. دقیقا همینطوره. حسن عمویی کوچکترین اشتباه اولین اشتباه آخرین اشتباه. یه ضربه از علی مارو بختیاری و بلوچ کردن اون با دست توسط حسن عمویی. حسن عمویی خوب بلوچ کرد ضربه علی رو. باز ارزیابی، دوباره ارزیابی، ارزیابی منتظر علی مارو بختیاری به هر حال ادای خودش داره. دوباره یه ضربه، یه حمله خوب، مثل اینکه به بیزه ضربه دکتر خطا. البته ضربه خطا هم نبود چون ولی خب ضربه توی داور فکر نکنم بازی رو قطع کرد، ولی علی مارو بختیاری جوان مردانه خودش ایستاد و حسن عمویی هم احساس ناراحتی میکنه از ناحیه. خدا کنه مشکلی واسه استاد عموی پیش نیومده باشه، مردی با اخلاق و دارای قهرمانی متعدد در رشته کیک بوکس و کونفو و اینکه بازی‌های در لیگ‌های مثل ACA بله یا ACB قدیم عموی درست می‌فرمایید توی ACA بازی کرده، یک برد داشته حتی توی لیگ. بله بله که علامه تازگی ACA شده زمان قدیم. درست بله می‌گید بله. علی مارو بختیارم که دیگه از تجربتش نگیم تو چندین لیگ روسیه. بله گلوبال فایت نایت بازی کرده، تجربه چمپیون بوده، تجربه خیلی بالایی برخورداره. خدا کنه واسه استاد عموی مشکلی پیش نیومده باشه چون اول فایتو ببینیم. اول سلامتی خیلی مهمه. خب دکتر داره چک میکنه، بررسی میکنه نقاطی که لازمه. بعد
داره صحبت میکنه. فکر کنم بازی ادامه پیدا کنه. امیدوارم بتونیم این فایت رو ببینیم چون یکی از زیباترین فایت های امشب خواهد شد. فایت حسن عمویی و علی مارو. ضربه زیاد سنگینی بود چون توی مواقع موقعی که ضربه زیاد سنگین باشه بازیکن خودش رو به زمین میزنه. استاد عمویی معطل کرده کمی. یه جوری از داور وقت خواست. دقیقاً. آره. حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. علی مارو بختیاری ملقب شیر زرد میاد دلجویی میکنه خاطر تک حرکت اشتباهی که زد. خب میگم حرکتش هم اشتباه نبود خداییش. ناخواسته بود. آره چشابی کشید عقب استاد عمویی به خاطر همین موقعی که یه لوکیک میدل کیک طرف بزنه حریف بزنه وقتی خالی بکنیم ممکنه به نقطه حساس برخورد بکنه و دچار آسیب شدید بشه. به طور ناخواسته این ضربه. بله علی به بختیاری بازیکن نیست که بخواد اینجور خطاهای مبتدی مانند حساب دقیقاً. آره آدم مبتدی نیست، فایتر مبتدی نیست که بخواد این خطا ازش رخ بده. فکر میکنم حسن اوکی شده و خدا کنه خدا کنه چون بعد فایت رو ادامه بده. بله بلند میشه. خدا شکر. بله بله بله. سالون یک سر تشویق. داور حسن عمویو مجددن. یک نگاه با چشمای هم دیگه. مارو بختیاری حسن عمویی اعلام جنگ میکنن. فایتر قوی. خب حالا من از چهره میدونم تشخیص دادم استاد عمویی که الان عصبانیه مشخصه و عصبانی بودن تو فایت ممکنه یکم باشه که اون تکنیکایی که بخوای نتونی بزنی. باید هر چه ریلکس تر باشی بهتره 100%. دقیقاً همینطوری که مهدی جان میگی. حالا بعد ببینیم که اختار میده. خب داور مسابقات آقای لوبت، آقای سعید لوبت که خودشون از مربی ها و ام ام ای فایترهای خوب کشور هستن. امتیاز دهی واسه علی مارو بختیاری از امتیازش کاهش پیدا کنه خواسته بشه. اختار به علی ماهرو داد سعید لوبت و مجدد میریم که ادامه فایت تماشایی حسن و علی رو ببینیم. راند اول به چه صورت به پایان میرسه؟ دوباره ارزیابی چه گفت در وضعیت برابری تو بالا رفتیم. دوباره گفتم این فایت اولین اشتباه یعنی آخرین اشتباه. خیلی باید مراقب باشه هر دو فایتر. برد برای هر دو فایتر ارزشمند و مهمه. یالا یه ضربه آی کیک دیگه. حالا یک ضربه لوکی علی مارو بختیاری به میانه ساق پای علی. یه ضربه پای دیگه شلیک میکنه. خیلی مهمه که الان علی مارو بختیاری وقتی ضربه میدل کیک میزنه ثابت وای نسته چون دستای حسن عمویی بسیار دستای قویه. ببینید یک لحظه مکس میکنه. یک لحظه مکس. حالا میره برای تکدان. میرن برای کنترل کلینچ. کلینچ کنترل. هر دو به نحوی هم دیگر رو کنترل میکنن که کنترل بیشتر توسط حسن عمویه و علی مارو سعی داره که با حمله یک امتیاز از حسن عمویی بگیره. الان بر میگرده. حالا بر میگرده. وضعیت برعکس میشه. اغلن ورق بر میگرده. زانو در لگن. زانو در شکم توسط حسن عمویی. یه زانو دیگه. علی مارو در وضعیت بدیه. موقعیت بدیه و فقط باید مواظب باشه خوبی نداره به تکدان نشه. حالا وای یه ضربه خیلی خطرناک. جدا میشن با همون ضربه جدا شدن. علی مارو حسن عمویی تو کیک رنج خودش خواست نگه داره. باید ببینیم با همون استراتژی جلو میره یا نه. حالا یه ضربه های کیک توسط علی مارو بختیاری که به جای برخورد میکنه. با پاش قصد داره دور کنه حسن عمویو و حالا یه ضربه شلی که ضربه پا یه ضربه مش میخوره که دوباره کلینچ میکنه. میره برای پاره حسن پای سمت راست حسن عمویی اما منصرف میشه. عمویی کنترل جدا میشن دوباره. دوباره یه ضربه میدل. میدل سنگین مجدد نیه فلاینی
فلاینی زیبا اما ناموفق. چه بازی پربرخورد شده، زیبا تکنیکی و پربرخورد. حالا مثل که داور مثل که داور متوجه نمیشه که علی مارو بختیاری از فنس گرفته کمک میگیره از فنس. حالا حسن عبدالله کنترول میکنه که نذاره تک دان کنه علی مارو با قدرت تمام. یه تک دان از علی مارو بختیاری، تک دان میکنه حسن عمویی، پاهای حسن عمویی رو در حالت کنترل قرار بده با پاش و حالا روی پوزیشن مونت قرار میگیره منتریف و پایان راند یک. راند اول تموم میشه، راند اول تموم میشه، راند اول تموم شد، پر هیاهو و جذاب. خب همونجور که مشاهده میکنید یه فایت زیبا، یه راند پر زد و خورد، ضربات زان تکتان هرچی که واقعا میخواستید دیدیم تو راند اول. واقعا یک گیم کامل بودش، این بازی واقعا ارزش سفر کردن داشت. به نظرت از نظر تکنیکی مهدی کدومشون بالاتر بود توی راند اول؟ علی مارو بختیاری. علی مارو بختیاری خب علی با توی کیک لنج خودش با ضربات، بله 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 فکر کنم آره اسیر ضربات حسن عمویی نشه. یه مشکلی که داشت علی مارو بختیاری این که ضربه پاکی میزد یه استوپ صدام ثانیه میکرد، همون استوپ صدام ثانیه میتونست موقعیت خوبی را واسه حسن عمویی داشته باشه که با ضربه پانچ حالا یا راست یا چپ بتونه خطرساز بشه واسه علی مارو بختیاری. کش بیرون کش بیرون، امتیازی بخوای حساب کنی تقریبا برابر بودن، اما علی مارو بختیاری یک تکتان داشت، یک تکتان داشت و اینکه ممکنه از نظر امتیاز پیشی بگیره از استاد عمویی، ولی فایت زیباییه. کش بیرون مشخص نیست آقای محترم، کش بیرون. اتفاقی که باید بیفته نیفته مشخص نیست. نبرد ثانیا مثل بازی آرام رحیمی و حریفش که همه میگفتن حریفش رکوردش پوینتره، اما دیدین که با کفر گیوتین تسلیم شد. نبرد ثانیا خب بر حسب حساسیت فایت داره. خب و طرفداران توی سالن آبزاد، این بوکس یا کیک بوکس نیست، این MMA اگر خوب شدی جنگ واقعی. شما تو بوکس وقتی که تک دان میشی مثل فلوید میویدر، خب دوستان کش ما میبینیم شما عمدن دارین خیس میکنید، این اخطار خواهد داشت برگرد بازی، اما تو این رشته اگر خوب شدی یعنی تمام. بله یک عمل داریم، یک اکسون عمل، اگر تو سر اکسون عمل خوف کردن حریف تو انجام بدی تمام دیگه راه برگشت نداره، اگر بهترین فایتر هم باشی تمام خوف شدن یعنی تمام. مرکز اکتاگون برمیگردن هر دو فایتر، نمیدونم چرا میکنه سعید لوبت، منتظریم. خب شرایط رو مهیا میکنه، جو آروم میکنه سعید. حالا بعلی مارو میگه که خب. از فنس هم استفاده نکن، آره چون استفاده نکن این کار رو انجام داد، ولی خب اختار میده اختار دوم هم خیلی بذاره علی تا اون بشه اگر دو اختاره بشه. نه اختار در حد تذکر بود، تذکر بود یا اختار بود؟ تذکر. خب تذکر کارت زرد دست نگیره. نه خیلی خوب، خیلی خوب. خب با دستوره برای راند دو شروع میشه راند دوم بین علی مارو بختیاری و حسن عمویی. خب حسن عمویی نسبت به علی مارو بختیاری دستاش پایین تره چون مسلط‌تر است، ولی علی دستاشو بالاتر، گاردشو بالاتر میگیره، اصلا پوزیشن ایستادنش با هم فرق داره. حسن عمویی واقعا استایل کیک بوکسر رو داره، واقعا مشخصه کسی که بلد باشه رزمی کار باشه مشخصه کی کیک بوکس کاره و کی رشته اصلیش MMA یا هر چیز دیگه بوده. خب راند دوم تجربه بیشتری یه ضربه میدل سنگی، یه درگیری به بالا، یه ضربه کروس او مای گاد، ضربه بعد ناک داون شد، گیت شد، سر هم علی مارو
البو البو وای وای ضربه زانو از حسن عمویی. بعد ببینیم که یک کامبک زیبا از عمویی، کامبک عالی زیبا بود. یه ساید که نمیخوره میره به تکدال ناموفق علی مارو بختیاری. خیلی داره این فایت جذاب، این فایت وحشتناکه لحظه به لحظه، سطح خیلی بالایی داره. داگ فایت خوبی رو دیدیم یه لحظه، دو کوه تجربه کنترل میکنن. یه تکدال زیبا علی مارو بختیاری در هالف قرار میگیره. آره ببخشید هافکارت شده، هافکارت شد، سعی میکنه بیاد رومان و نمیذاره. الان داره میاد، ببینیم میتونی پای خودشو تمام آزاد کنه. اومد رومان علی مارو خیلی کار